الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله الحجة ابن الحسن فداها أرواح العالمين، واللعن الدائم على أعدائهم أبد الآبدين ودهر الداهرين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنها أرضك طاعة نتمتع فيها طويلا. قال الله العظيم في كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. خب بعضی نقل کردن، یعنی بعض از روایات نسبت به اون افرادیه که دیرتر رسیدن و ملحق شدن به رسول الله صلی الله علیه و آله در غزوه تبوک، و توبه کردن، برگشتن. یکی اصلا مثلا رفته بود، دوتا زنم داشت و خیلی باغ قشنگی هم داشت و رفته بود نشسته بود، و شاید روایتش هم نقل کردیم. بعد فقط به خودش فکر کرد که حالا رسول الله در صحاری دارن میرن و در بیابانها، خیلی خودش ملامت کرد و ملحق شد به رسول الله صلی الله علیه و آله. حالا که دارن عسرشون اینقدر زیاد بود که هر 10 نفر یه شتر داشتن، راه هم دور بود، هر مدتی که سوار میشد هر 10 نفر یه دونه خرما میخوردن، که به دهمی که میرسید فرسن میرسید خرما یه خورده، مثلا هسته خرما بود با یه خورده یه مثلا خرما روش، اینجوری بود. یعنی ساعت سختی بود. در هر صورت اون جهتش مشکل نیست، اما لقد تاب الله علی النبی، رسول الله که گناه نکرده بود چجور تاب علیه. خب اینجا نقل نکردن روایت خاصی، اما توبه بر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، مثلا توبه به ضروره لازم نیست بر گناهکار باشه. عاد علیه بالرحمه، عاد علیه بالفضل، عاد علیه بالغفران، مشکل نداره. اما خصوص مورد حالا به چه جهته، در این روایاتی که نقل کردن در ذیل آیه ذکر نشده خصوص این مورد، اما ما 100% میدانیم که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم معصوم هستن به اعلی درجات عصمت. حتی تفکر در مکروه نمی کنن، چه برسه به در حرام تفکر کنن، و این مسئله به مرتبه از وضوح نزد شیعیانه که شاید از اصول مذهب و اصول دین شیعیان باشه در حقیقت، که رسول الله هیچ گناهی رو مرتکب نمیشه. و على الثلاثة الذين خلفوا حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. که 3 نفر بودن که در بعضی از نقلها نقل شده، مثلا از حضرت صادق علیه الصلاة والسلام، یا عن الصادقین عن أهل بيت عليهم السلام، كعب بن مالك، مرارت بن ربیع و هلال بن امیه الرافعی، اینا بودن که تخلف کردن. و بعد رسول الله هم اعراض کرد به وجهش از آنها، خیلی دنیا در چشمشون تیره و تار شد، با اینکه دنیا بزرگه تر احساس کردن تنگ شده، و اینا دانستن که راه نجاتی نیست مگر اینکه به خدا پناه ببرن، و زدن به دل صحرا و توسل و گریه و زاری، و تا خدا این آیه رو نازل کرد و ازشون گذشت. بعد خدا میفرماید: یا ایها الذین آمنوا. ببینید قبل از این در حقیقت خدا نشون میده که چگونه با
پیامبر خود ایستاده که هر کس سستی هم بکنه، دیرم بره، به کمک رسول الله، به کمک اسلام، خدا نکوهشش میکنه. بعد راه طویلی داره و دور و درازی داره تا خدا او رو ببخشه، بیامرزه. رضا از قدم اول انسان باید نیتش این باشه که تابع رسول الله باشه، تابع اهل بیت باشه. حالا ما در زمان غیبت تابع فرمایشات اهل بیت باشیم، تابع تعالیم اهل بیت باشیم، اگر چه یک جای تعالیم اهل بیت بر وفق مذاق ما نباشه، ولی باید تابع باشیم. بعد خدا می فرماد یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین، به کسانی که گرایش دارین، ایمان دارین، از خدا بترسین و با صادقین باشین. که ان بودن با صادقین یکی از مصادیق مهم ترس از خداست و یکی از مصادیق مهم ایمان است. به نتیجه که اگر چنانچه انسان با صادقین نباشه، این از راه راست دور شد. و این اون حرفی که زد اون صحابی رو به عرض دیوار میزنه که حسبنا کتاب الله، نه حسبنا کتاب الله کلمه تو حق یراد بها باطله، بله کتاب خدا کافیه برای ما، اما تعالیمی که در کتاب خدا هست به ما میگه با پیامبر باش، با خاندان پیامبر باش. حسبنا کتاب اللهی که در مقابل پیامبره، در مقابل خاندان پیغمبره، این حسبنا کتاب الله نیست، این حسبنا احواناست، هوا و هوسه. در حالی که خدا در قرآن میفرماید که کونو مع الصادق. حالا بودن با صادقین یعنی چی؟ در زمان معصوم با معصوم و در رکاب معصوم بودنه، یعنی با رسول الله بودنه، با امیر المؤمنین بودنه، با حضرات معصومین بودنه. که روایات متعددی داریم که مراد از صادقین اهل بیت علیهم السلام. در زمان غیبت بودن با، و حتی در زمان حضور بودن با، هم قدم بودن با اعمال اهل بیت، یعنی همان گونه که اونها عمل می کردن ما هم باید عمل کنیم، همان گونه که اونها حرکت می کردن ما باید همان گونه حرکت کنیم. و این هم در زمان اهل بیت بوده و هم الان که دیگه بیشتر خودشو نشون میده که ما در زمان غیبت باید اعمالمون همگام با اعمال حضرات معصومین علیهم افضل الصلاة والسلام باشه. و کونو مع الصادقین. حالا صادق گاهی به راست گفته اطلاق میشه، یعنی راستگو، گاهی به صادق الوعد اطلاق میشه، کسی که عملش با قولش یکی باشه، اینم صادق بهش میگن. کسی که میای صداقت داره، ممکنه هیچ صحبتی هم نکرده باشه، خیرخواه شما، صداقت داره، اینم صادق. و کونو مع الصادقین نفرمودن کونو مع الصادقین فی القوم. خدا رحمت کنه مرحوم استادمون علامه شیخ محمد باقر عالم الهدا، تحت سراغ این آیه میرسیدن یا به این آیه میرسیدن میخواستن بحث بکنن، میفرمودن که خدا نفرمونه کونو مع الصادقین فی القول، من مع الصادقین مطلقاً، که این صادقین صادق الوعد هستن، صادق القول هستن، صادق العمل هستن. و این خصوصیات منطبق نمی شود مگر بر اهل بیت، که حضرت امیرم می فرماین از بعضی از آیات که تأویلش با تنزیلش این آیه است که تا نازل شد کان علی رسول الله ان یبین من هم الصادقون، که بیان کنه. خب بیانم کرده، کجان صادقین؟ حضرت می فرماین صادقین، در یک روایت دیگه حضرت علی افضل الصلاة و السلام می فرماین صادقین همونهایی هستن که خدا در آیه مباهله شرح داده، هیچ کس شک نداره. فقل تعالی و ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتل فنجعل لعنت الله علی الكاذبین. اینا صادقین هستن. خیلی جالب، اون وقت آیه مناسبه، ثم نبتل فنجعل لعنت الله علی الکی، علی الكاذبین، که در مقابل اونا کی هستن؟ صادقین. این نوع تفسیر قرآن به قرآن مختص اهل بیت، ما نمیتونیم اینجوری تفسیر کنیم.
که از جاهایی که اهل بیت علیهم السلام استفاده کردن از تفسیر قرآن به قرآن همین آیه است، که آیات متعددی آوردن و فرمون همین التائبون العابدون الحامدون الراکعون الساجدون الامرون بالمعروف و الناهون عن المنکر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنین. حضرت این آیه را هم تلاوت کردن و آیات متعددی رو در این زمینه برای بیان صادقین بیان کردن. بله، سر جمله آیاتی که بیان کردن که فرمودن این آیه صادقین بعد از آیه اومده که اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. خب کیان اولی الامر؟ الصادقین. کیان صادقین؟ آیه مباهله. که عرض کردم حسن آیه مباهله اینه که نجعل لعنت الله علی الكاذبین، و اختراف مقابل که لعنت نمیشه کیه؟ صادق دیگه. پس میشه کونو مع الصادقین. کونو مع الصادقین یعنی کونو مع محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین و تسعة من ذرية الحسين عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام. لذا فرمودن این آیه امر عام در روایات آمده، امر عام که لازم کرده بر عموم مردم تبعیت کنن و همگام حرکت کنن با افراد خاص که اهل بیت علیهم السلام باشن. پس بترسین از خدا و با صادقین باشید. چه صادقین کیانه؟ اهل بیت علیهم السلام. به تفسیری که اهل بیت بیان میکنن و استدلالهایی که میارن از خود قرآن کریم، که برای معرفت صادقین شما برین سراغ یک عده از آیاتی که پیرامون اهل بیت صحبت میکنه و رگهایی از بیان صدق اهل بیت رو میتونی اونجا پیدا بکنین، مثل آیه مباهله. بنابراین ببینید چند تا مطلب عرض کردیم. یک، حسبنا کتاب الله کلمت حق یراد بها باطل، چون که در کتاب خدا دلالاتی هست به سمت سوی اهل بیت علیهم السلام، ولی زا اون کسی کن عبارت آورد در حقیقت حسبنا هوا انفسنا میخواست بگه، که در مقابل تبعیت از رسول الله، در حالی که قرآن کریم فرماید کونو مع الصادقین. برای معرفت صادقین باید سراغ روایات اهل بیت بریم، که اهل بیت ما را دلالت میدهند به سمت آیاتی از قرآن که با مراجعه به اون آیات یک شخص مسلمان حقجو که در حقیقت به قرآن ایمان داره راحت میرسه به بودن با صادقین. حالا اگر رسید به صادقین نتیجه چی میشه؟ آقا با امیرالمؤمنین باشه یا با اون شتریان، شتر سواران اصحاب جمل؟ قطعا با امیرالمؤمنین، کونو مع الصادقین. آقا با امام حسن مجتبی باشه یا با دشمن امام حسن مجتبی؟ با امام حسن مجتبی. آقا با امام حسین صلوات الله و سلام علیه باشه یا با یزید؟ نه، با امام حسین باید باشه. آقا با صادق الائمه باشه یا با منصور دوانیقی؟ نه، با صادق الائمه. با مأمون باشه یا علی ابن موسی رضا صلوات الله و سلام علیه؟ نه، با علی ابن موسی رضا باید باشه. توجه فرمودید؟ کونو مع الصادق. اونا که صادق نیست، اصلا معروف نیستن به صدق. صادق اهل بیت علیهم السلام هستند. که احدی فی الشرق والغرب فی الشمال والجنوب من اول الدهر الى آخره نمیتواند بایستد و بگوید اهل بیت راست کنیستن. اهل بیت تنها کسانی هستن، تنها خاندانی هستن که کسی نمیتونه انگ دروغگویی رو به آنها بزنه. پس اینا صادق هم دیگه. پس چه از جهت آیات، چه از جهت معرفت حالات اهل بیت و حالات سایر اصحاب، این آیه، فلش این آیه جز به سمت اهل بیت نخواهد بود و بودن با اهل بیت مطلقاً و امر بودن با آنها مطلقاً دلیل است بر عصمت مطلق اهل بیت. نفرمود کونو مع الصادقین الا حینما یذنبو، در حالی که این استثناء رو خدا بلده گفته. و ان جاهداک علی ان تشرک بی ما لیس لک به علم فلا تطعهما،
اطاعت بکن از پدر مادرت، مگر اینکه بخوان تو اطاعت نکنی و شرک بورزی به خداوند متعال. پس استثناء خدا بلده بگه، اما اینجا فرموده مطلق. این دلیل عصمت اهل بیت میشه و دلیل معکم معکم لا مع غیرکم، هم قدم با اهل بیت، نه یک قدم جلوتر نه یک قدم عقبتر، کونو مع الصادقین، با آنها حرکت کردن. توجه فرمودین؟ اگر چنانچه انسان با آنها نبود لقد خواب و خسره خسرانن مبینا. بله در زمان غیبت دیگه خورده سخته، دیگه باید با تعالیم اهل بیت باشیم، با روایات اهل بیت باشیم. لذا روایات اهل بیت همیشه خیلی مهمه، مخصوصا در زمان غیبت صاحب العصر و زمان، چون که پل شاه پل ارتباطی ما و حضرات معصومین علیهم افضل الصلاه و السلام همین روایات اهل بیت. هذا والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.